بازم خاطره میگم به تمام هست. آره بگم بازم وقت دارم هم نیست. خاطره بعدی این بود که من تو برنامه خواستم که این مسئله رو مطرح بکنم، یعنی مسئله همجنسگراها رو تو برنامه مطرح بکنم. برنامه طنز سیاسی بود که مسئله اجتماعی هم در ایران الان دیگه سیاسی شده همش میگه. همش دنبال یه آدمی میگشتم که بیاد این مسئله رو یه جوری مطرح بکنه. تماشاچی ایرانی خب لزوماً یه آدمی که آدم گی رو یک جوری تو ذهنش داره، مثلا یک آدمی که شاید چه میدونم 4 تا گوشواره داره، بعد نصف کلش کچله، نمیدونم ماتیک زده، یه تصویر استریوتایپی داره. من یه ما گشتم دنبال آدم همجنسگرایی که بیاد تو برنامه من ولی تصویری به تماشاچی من بده که بتونه یه تأثیری روی تماشاچی من بذاره که بگه که آقا جون این آدم با آدم من هیچ فرقی نمی‌کنه. کاری که ما می‌کنیم توی برنامه‌مون اینه که ما از مردم می‌خوایم اگر مهمانی داریم که سوال مطرح کنند. من دنبال یک شخص محترمی می‌گشتم و به همین دلیل آرشام رو پیدا کردم، چون ایشون همجنسگرایی است که کت شلوار می‌پوشه و کراوات قرمز می‌زنه. من گفتم حالا این آدم اینجوری رو با اون عینکش و اینا مردم میگن آدم خیلی به نظر مرد محترمی میاد، برگرد این مرد محترم اگه بگی من همجنسگرا هستم همه میگن این چی؟ خلاصه من زنگ زدم به آرشام. آرشام اول تعجب کرد، ولی تعجبش رو ظرف 10 ثانیه کنترل کرد و گفت خب بله فلان، ولی به من شک کرد، گفت نکنه که من اون آدمی هستم که میخوام بیام اینو بیارم تو برنامه و بگم خب آیا چونیه فکر کرد من و من مثلا چندین بار به زنگ زدم که این احساس راحتی بکنه، بفهم که حالا من نمیخوام که صرفا اینو بیارم اونجا و چون من سیخ میزنم با آدم ها تو اینترویو هم مصاحبه هم، اینو بیارم اونجا و بگم که چجوری است. آرشام قبول کرد، ما نوشتیم توی فیسبوکمون که ملت بیایید که سوال مطرح کنید که آقای آرشامی خواهد آمد به ایشان همجنسگراست. صد تا کامنت اول همه چی؟ غلط کردی؟ خودت گی؟ خاک بر سرت؟ آبروی ما رو بردی؟ فلان؟ مادرت فلان فلان شد؟ اینجوری؟ اونجوری؟ ما عادت نداریم مثلا کامنت رو پاک کنیم مگه اینکه یارو واقعا خوش خانواده رو بده، ولی مجبور شدیم مثلا تو صد تای اول 50 تا رو پاک کنیم همش خوش خانواده رو بده. ولی دیگه یکی یکی شروع شد فوشای ملایم‌تر و اینها تا رسید به چند تا سوال. آقا شما مریضی در کی شروع شد؟ بعد کی فهمیدین مریضی؟ بعد چه حسی داری نسبت به خانما؟ چرا نتونستی دوست دختر بگیری اینجوری شدی؟ بعد سوالهای اینچنینی که خب همه میدونیم که چه جوریست. من فکر میکنم بعد من یک آدمی دارم تو برنامه، یه آدم ریسرچر که ایشون کامنت ها رو میخونه و خیلی علمی نمودار میکشه و با ما میده میگه 80 درصد مردم اینجوری فکر میکنن 20 درصد اینجوری فکر میکنن، و بر اساس اون سوالا رو مطرح میکنه میگه 80 درصد مردم این قضیه رو نمیدونن پس ما باید اینو روش چیز بکنیم. اون خلاصه چیزی که ما بهش رسیدیم این بود که 70 درصد مردم فوش خواهر مادر هر چی همجنسگرا رو میدن و خصوصا آرشام و منم بعد از این برنامه گی خواهم شد و تمام شانس های زندگی مو برای ازدواج مجدد از دست خواهم داد. و خلاصه ما دل زدیم به دریا و من با دوست عزیزم سامان نشستیم، پارتنر من تو برنامه که تهیه کننده برنامه است، نشستیم و گفتیم آقا چیکار کنیم این اوضاع خیلی خرابه.
یه دفعه دیدی این جامعه محافظه‌کار ایران کل ما و این زیراب ما و برنامه همونو زد، ما همه چی رو دست دادیم. گفتیم تنها راهش اینه که من خودم بذارم جای محمد رضا علیزاده که توی رام هرمز تعویض روغنی داره، کارگر تعویض روغنیه و این هر از چنگاهی به ما ایمیل میزد و یه سری مسائل رو مطرح میکرد. من به آقای علی رضا یک ایمیلی زدم، گفتم آقا جان اگر یک آدم همجنسگرایی بخواد بیاد توی برنامه تو چه سوالی ازش داری؟ چی میخواد ازش مطرح کنیم؟ گفت تو غلط کردی؟ یعنی چی آبروی نکنی؟ من عاشقتم، من فنتم، نکنی این کار رو، آبرو میره توی این شهر، من کلی برنامه تو تبلیغ کردم اینا، ولی من بهش میگم تو اینی 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 بیب اینی 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 بیب اینی اینی. گفتم اوکی اگه اینجوریه منم همه اینا رو میپرسم. خودم باشم جای اون و همه اون سوال ها رو از آرشام کردم تو اون برنامه و آرشام هم خیلی منطقی گفتم تو اونی، گفت که نه من اینم، گفتم تو مریضی، گفت نه اگر تو مریضی که فکر میکنی استریت به دنیا اومدی، منم مریضم که فکر میکنم گیه به دنیا اومدم. خلاصه کار نداریم، امیدوارم اون مصاحبه رو دیده باشید، اگر ندیدید برید ببینید www.com همون. ولی اون چیزی که جالب بود این بود که بعد از که برنامه پخش شد، برنامه رو ما گذاشتیم توی فیسبوک و یوتیوب این برنامه و دوباره مردم شروع کردن کامنت دادن و دوباره همون آقای که کار ریسرچ و اینا میکرد رفت یکی یکی کامنت ها رو در آورد، فحشا رو پاک کرد اینا، اینجوری اونجوری فهمیدیم که اون 70% که یعنی اصلا قضیه شاید نمیتونم بگم که 100% برگشت، ولی میتونم بگم که 60-70% برگشت. یعنی الان اکثریت دیگه با اونایی نبود که پشت خوار مادر میدادن، اکثریت با اونایی بود که میگفتن آقا اینم امکان داره راست بگه آقا بنده خدا مثلا شاید حالا ما زیاد سخت گرفتیم شاید. و این برای من خیلی جالب بود چون من به هدفم دست پیدا کردم واقعا، یعنی یه گروهی از مردم روشون یه تأثیر گذاشته شده بود و اونا میرفتن دنبالش پیدا میکردن و اینا. و این میخوام برسم به اون حرفی که اول زدم، این که تنها چیزی که ما نداشتیم ما ایرونی ها که در این مورد اطلاعات بوده، غرب بیشتر ریسرچ کرده در این زمینه، اطلاعات بیشتری داشته، داده به مردمش فراهم کرده از طرق متفاوت و اونها داشتن و آروم آروم با این قضیه کنار اومدن، هرچند هنوز کنار نیومدن. در آمریکا مردم گیاه دارن کتک می‌خورن هنوز، اینجا هم امیدوارم که اینجوری نباشه ولی حتما یه جاهایی هنوز مردم دارن اونجوری فکر میکنن. ولی در نهایت نتیجه گیری من از تمام این حرفایی که زدم اینه که رساندن اطلاعات به دیگران، به دوستان، به فامیل، به کسانی که میشناسین و فکر میکنین خیلی در مورد این زمینه موزه دارن، بهترین راه برای از بین بردن هوموفوبیا است. و سلام و منت کلام. البته لازم اضافه کنم که فکر میکنم در اون زمان کامبیز نمیدونست من شیرازی هستم. وسط مصاحبه میگه که من خودم رو کنترل کردم، تعجب کردم موقعی که من از من پرسید گرایش جنسی شما چیه، من گفتم بذار من از تو سوال بپرسم. فکر کنم 5 ثانیه طول کشید تا خودم جمع کردم که چرا این داره از من سوال می‌پرسه. این رکب زد به من. ولی یه چیزی رو من عرض کنم اینجا که یک اتفاق تاریخی اونجا توی برنامه ما افتاد و اون این بود که یک انسان اومد برای اولین بار جلوی دوربین یک رسانه نشست و گفت من همجنسگرا هستم. تا قبل از اون اونم به یک رسانه معظم